خب همانطور که وعده کرده بودیم در برنامه ایدی امروز مهمانان هم داریم که بیشتر شما اونا را دوست دارین، اما از دیر زمانی شاید از حال و احوالشان خبر نداشته باشین. بلکل دیر بمو پتما نپریدو او زب تاسو تا یو اشاره وکم چیز موگ دنن روزه یو میلم د مشهور افغانی فلم مردهار قول است ستوری دی او لکه څنګه چې تاسو ټولی پیژنه اینو حدس به هم داو و هم چه تاسو پیژندلی دی دا زموږ ستوری ښاغلی سید اورکزی دی. آقای اورکزی سلام بر شما، خوش آمدین، عید شما مبارک. لطف میکنین، سلام بر شما و سلام به تمام اختر مبارک گرامی. ما هم به نوبه خود عید مبارک میگم برای تمام هموطنان عزیزان و در مجموع به تمام عید از مسلمان های جهان که قلبشان به نام خدا، انسانیت و صلح میتپه. خب عیدت مبارک میگم. زنده باشین. اول از یک سوالی آغاز بکنیم که فکر میکنم در ذهن بسیاری از علاقمندان شما میچرخه. کجا بودین؟ ماه کم نما شدین؟ گاه گوشگیری خودش کار است، یعنی آدم وقتی که مصروف یک کاری باشه یک کمک وره از محیط دوستا و عزیزای کمک وره فاصله مجبور است بگیره. با او خاطر تازه ترین فیلمی که تمام شد شوتینگش به نام وای یا چرا، و فقط در این مدت من مصروف کارهای از او فیلم بودم. دیر که کابل تمو سفر کرده یا کنه حالتا زیاد شمیر خلق ستاسو مینوال دی غواری چه تاسو لنگدی نو گوری پلان لره پراتلون که بخیر؟ زرم خوشته خود دست ده چه در شرایط تروس برابر نده شبیده نده برابر شبیده. خب خدای میرابان ده چه او رس خپل وطن که دوستان لنجنی سره و خب. آقای اورکزی شما در دیار غربت هم فیلم هایی را ساختین، کار کردین، فعلا هم طوری که شما گفتین مصروف پروژه هایی هستین، ولی این فیلم های تانه در کابل مردم تا به حال ندیده، در دسترسشان قرار نگرفته، میتونیم که دلیلشان رو بگوین؟ ما فکر میکنم شاید وقت برنامه شما کم باشه که با تفصیل سر از این موضوع صحبت شود، ولی متاسفانه که سینما در کشور ما اطور که رشد چشمگیر داشته باشه نداره. هنوز با عقیده ما دروازه سینما در اصل باز است، اما من میگم هنوز دروازه سینما بسته است به خاطر از اینکه مردم او علاقه را که سابق داشتن به سینما دیگه ندارن، دیگه به طرف سینما هجوم نمیارن. چنال های تلویزیون است، سریال های ترکی و ایندی و اینا، و بالاخره تاثیر بسیار سو سر کلتور و فرهنگ ما گذاشته. مسئولین ارگز توجهی در این مورد متاسفانه ندارن، اونا دیگه توجهی به فیلم های افغانی و قدر ندارن. فیلم هایی هم که ساخته میشه، یک ایده از جوان های ما که فیلم ها رو میسازن کوشش میکنن که یک کپی از فیلم های ایرانی و ایندی و پاکستانی و چی و چی با هم مخلوط کده به خورد مردم بتن به عنوان یک فیلم افغانی، در حالی که او به عنوان یک فیلم افغانی نمیشه که آدم بپذیره که او فیلم افغانی است. به او خاطر ما نظر ما است که مسئولین اگر میخواین در سینما ما واقعا یک سینمای افغانی داشته باشیم، یک مدت یک عده از سینماگرای افغان زیاد تلاش کردن که یک سینمای افغانی با هویت افغانی و بین المللی بسازن، اما متاسفانه شرایط قسمی شد دگرگون شد همه چیز. بله. امروز اگر میخواین که سینما افغانستان داشته باشه باید در این جهت توجه شود. بله. نو لهمدی قبل ستاسو پشند تکړه و وتلو لوبغاړو او استورو کار او زیار ډیر مهم ګڼل کیږي، نو تاسو د یوې واحدې کمپنۍ او شرکت او زیار په اړه چې په افغانستان کې د فلم د جوړولو په برخه کې زیار وباسي، څه کولی شئ له دې ځایه څه کیدای شي چې تاسو ورسته مټې ونغاړئ؟ من خو ټول داسې توجه لرو چې په نه یوازې د سینما له لارې فرهنګي چارو له لارې خدمت به وکړو، خو شرایط داسې ده چې موږ دلې او دوستان هلته شرایط نه دی برابر شوی تر اوسه پورې، او ډېر توجه د دې مسله کې د توجه نه ده شوی تر اوسه پورې. له دې خاطره چې د هنر له لارې پیام زیاتره اغېز لري، تاسو نه ډېره مننه کوو ستاسو د زیار او کار نه او ستاسو د برخې نه په دغه خپرونه کې.
سلامت اوسی. تشکر از شما و تشکر از تشریف آوریتون که در این روز عید زحمت کشیدین به استودیوی ما تشریف آوردین. لطف میکنین، زنده باشین. معمولا روزای عید که میشه عید فطر و یا عید قربان، زیادتر دوستا به یاد ما مفتن به خاطر امو فیلم مردار قول است. عید مبارک. عید مبارک. و خوب است که بله. عید مبارکی ما گفتیم جاودان است. بالکل 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 جاودان است. زنده باشین. قربان شما. تشکر از شما، تشکر از تمام همکارای شما. لطف کردین.